سخنران بعدی بهروز آفاق هست از بی بی سی. و مسئول تمام 32 برنامه بی بی سی هست و میخوام که تجربتون با ما در میان بذارین. با تشکر آقای آمباسادور و از همه کسانی که منو اینجا دعوت کردن، از آرتیکل 19 و سودویند که منو اینجا دعوت کردن. من به عنوان کسی که روی مدیایی که روی آنتن میره میتونم با شما صحبت بکنم در رابطه با حمله به ژورنالیست ها. اکثر وقتا آدم ها همه داستان رو تعریف نمی کنن. با توجه به یونسکو بیشتر از 500 تا ژورنالیست کشته شدن در این مدت. مسئله مهمی که باید در نظر داشته باشیم این هستش که ژورنالیست هایی که کشته میشن، ژورنالیست های محلی که کشته میشن در کشورها، کمتر از یکی از 10 تا کیس حل میشه و معلوم میشه مسئولش کی بوده. کمتر کشته میشن ولی بیشتر زندانی میشن، تحت فشار قرار میگیرن. و من میخوام راجع به یک همکارم از الجزیره صحبت بکنم. اسم همکاراشون رو میگن که در دسامبر در مصر دستگیر شدن و در قاهره در بخش در زندان هستن به عنوان اتهامات ضد تروریستی. من همچنین میخوام در رابطه با مسئله که در بی بی سی اتفاق میفته در سالهای گذشته صحبت بکنم و من شخصا در این رابطه درگیر بودم در رابطه با مسئله ایران. ایران یکی از بدترین رکوردها رو داره در این زمینه. در جزء 10 تا کشور پایین هستش در این رابطه، در رابطه با آزادی از چین و ترکمنستان و کشورهایی که نام بردن هم پایین تر هست. کسانی که در حکومت هستن در ایران همیشه حمله کردن به بی بی سی و همیشه صحبتهایی که کردن معمولا دلایلی که استفاده میکنن اینقدر مسخره هستش. ولی اتفاقی که جدیدن افتاده که از 2009 شروع شده این هستش که مستقیما حمله میکنن به افرادی که توی بی بی سی هستن و خانواده هاشون که توی ایران هستن هم تحت فشار هستن و به اونها هم حمله کردن. این غیر قابل قبول هست برای بی بی سی. اینکه تعدادی از ژورنالیست های ایرانی هستن که توی بی بی سی کار میکنن و اطلاعاتی های ایران اینها رو دستگیر میکنن، خانواده هاشون رو میبرن برای بازپرسی، پاسپورت نمیدن به ژورنالیست ها، خونه هاشون رو میگردن، تهدیدشون میکنن، خانواده هاشون رو تهدید میکنن، از خانواده ها میخوان که به این افرادی که توی بی بی سی کار میکنن بگن که دیگه با بی بی سی کار نکنن، برگردن ایران و اطلاعات بی بی سی رو به ماموران اطلاعاتی ایرانی منتقل بکنن. از آدمایی که از کارمندای ایرانی که توی لندن زندگی میکنن خیلی هاشون میترسن که برگردن ایران. خیلی هاشون ایران که بودن ژورنالیست بودن، در 5-6 سال گذشته به بی بی سی پیوستن ولی میترسن که به کشورشون برگردن. در حالی که این تهدیدها، این
اتهامات به بی بی سی داره داده میشه، عملی که انجام میدن خیلی ناراحت کننده است. آدم دلشون میفته به خاطر اینکه بسیاری از کسانی که بسیاری از ژورنالیستایی که اومدن کار میکنن توی بی بی سی، انتخاب خودشون بوده که بیان توی بی بی سی کار بکنن، ولی خانواده هاشون که این انتخاب نکردن که اونا بیان توی بی بی سی کار بکنن. بعد برای حمله کردن به خانواده ها، برای اینکه به ژورنالیستا حمله بکنن، خیلی کار زشتی هست و جامعه جهانی باید به این مسئله عکس العمل نشون بده. خیلی مهم هستش که مسئله‌ای که برای همکارای من توی بی بی سی به وجود میاد در رابطه با بقیه ژورنالیست‌ها که جاهای دیگه هم کار میکنن هم هست، و همینطور در رابطه با ژورنالیست‌هایی که جاهای دیگه توی دنیا کار میکنن کلن، اینکه ما خیلی سعی کردیم که روی این مسئله کار بکنیم، اینکه ژورنالیستایی که پیش ما کار میکنن رو حمایت بکنیم و اینکه امنیتی براشون به وجود بیاریم توسط به وجود آوردن یک جور سولیداریتی بین همه ژورنالیستا. ما سعی کردیم سمینارهایی بذاریم، سر بکن کردیم از طریق انجوهایی که توی لندن وجود دارن و همینطور سمپوزیوم هایی که تدارک دیدیم در لندن، سعی کردیم توسط اینها حمایت بکنیم و این مسئله رو مطرح بکنیم. اینکه خود مدیا چه کار میتونه بکنه، مدیا چه عکس العملی میتونه نشون بده، و این نقطه بسیار کلیدی هست به نظرم که مدیا از جمله بی بی سی باید خیلی قوی تر و خیلی محکم تر در رابطه با این حمله هایی که به ژورنالیست ها میشه عکس العمل نشون بده، حالا چه به شکل سمپوزیون چه به شکل خبر، یا اینکه مثلا از افراد ساپورت بخواد، از مردم ساپورت بخواد، از جامعه بین المللی که حمایتشون کنه. دومین چیزی که مدیا میتونه انجام بده و خیلی بیشتر هست این هستش که گزارش های کامل تری در رابطه با آزار ژورنالیست ها رو بیاد و منتقل بکنه و سوال بکنه از مسئولین به صورت کاملا دقیق تری در کشورهایی که این اتفاقات داره میفته، که چه اتفاقی داره تو کشورتون میفته، چی کار دارین میکنین اونجا. به نظرم این خیلی مهم است که خود ژورنالیست ها هم راجع به این قضیه بیشتر صحبت بکنن و مدیا هم حمایت بکنه این قضیه رو. متشکرم، تشکر میکنم و میریم اون طرف اقیانوس اطلس.